آقای نیوان، گفته میشه به هشدار مقام‌های نظامی اسرائیل به مردم برای ذخیره آب و غذا خیلی رو نگران کرده. از نگرانی‌ها و شرایط زندگی به ما بگید. این کاملا روشن و مبرهمه که ما داریم به سمت یک جنگ طولانی پیش میریم، نه فقط با حماس بلکه همچنین با حزب الله و با ایران. جمهوری اسلامی ایران برابر این هشدارهایی بوده در جبهه به اسرائیلی ها و به مردم اسرائیل که ذخیره بکنند غذا، مواد غذایی و آب آشامیدنی رو. ولی باز بگم که همچنین دیروز یک ارتش روشن کرد این نکته رو که هیچ نیازی نیست در این لحظه، در این بره از زمان که بریم به سوپرمارکت و خونتون رو پر از مواد غذایی آب بکنید، برای اینکه ولی به هر حال جمعیت باید آماده باشه برای یک جنگ دراز مدت. به جنگ دراز مدت اشاره کردین آقای نیوان. همونطور که میدونید ارتش اسرائیل از محاصره کامل غزه و توقف ورود آب و غذا به این منطقه خبر داده. نظر افکار عمومی درباره تحولات جنگ حماس و اسرائیل چی هست؟ این بحران به کجا قرار کشیده بشه؟ فکر میکنید که مردم آمریکا، مردم اسرائیل چه فکر میکنن بعد از اینکه فهمیدن که حماس کشته است ده ها کودک رو در تختشون گردنشون رو زده، بعضی رو زنده زنده سوزانده، زنان و دختران رو به گروگان گرفته و برده باریک غزه؟ فکر کلی انعکاس واقعیاته که ما اینجا داریم با نازی ها روبرو شدیم. این افراد از زمان هولوکاست هیچ یهودی ستیزی به این صورت نبوده و یهودی کشی از 1148 ما فکر کردیم که این اتفاق نخواهد افتاد و در یک روز بی تعداد یهودیایی که کشته شدن توسط در واقع وارثان نازی در یک روز کشته شدن، این همه آدم کشته شدن، آدم یهودی. برابر این تمام اسرائیلیا، تمام شهروندان اسرائیلی سوا از عقاید مذهبیشون، عقاید سیاسیشون، با این قاتلان جنگ خواهند کرد، با این آدمکش ها مبارزه خواهند کرد در باریک غزه. به نظر شما جامعه جهانی چه کمکی میتونه به حل بحران جاری بکنه؟ چون برخی از مقام های اسرائیلی عنوان کردن که هنوز زمان برای میانجیگری کشورها و پرداختن به راه حل سیاسی زود هست. بله، الان میانجیگری وجود نداره. اول باید دشمن مغلوب بشه. بذارید یادآور بشم که در اروپا صلح میسر بود بعد از جنگ جهانی دوم، فقط به خاطر اینکه کاملا آلمان نازی مغلوب شد به طور کامل. صلح اون موقع میسر شد، در آسیا موقع میسر شد بعد از اینکه تسلیم شد ارتش ژاپن، رژیم ارتش ژاپن. بعد از تخریب کامل رژیم حماس میشه دیگه اوجگیری سیاسی باشه و مد نظر قرار بگیره. در حال حاله جامعه بین المللی یک نقش باید ایفا بکنه، باید اطمینان حاصل بکنه که حماس اون گروگان ها رو آزاد بکنه و احترام به شمار قوانین بین المللی رو، که البته چیزیست که انتظار نداریم از حماس، ولی مسئولیت حماسه. بسیاری رو بوده شدن توسط حماس، بسیار شهروندان غیر نظامی تابعیت دوگانه دارن، آمریکاییانی در اونها هستند، اروپاییان در میان اونا هستند و دولت‌های غربی این مسئولیت رو دارند که سر بکنن آزادی اون گروگان‌ها رو تأمین بکنن. ولی جامعه بین‌المللی به ویژه دموکراسی‌های غربی این مسئولیت رو برگردن دارن که کاملا از اسرائیل حمایت بکنن که از خودش دفاع بکنه و غلبه بکنه بر اون نازی‌ها. و خوشبختانه کشورهای دیگر تا حالا خیلی حامی بودن. همونطور که می‌دونید ایالات متحده داری می‌فرسته رزمناوهایی رو به منطقه به عنوان پیامی به حزب الله که اگر جرأت بکنه یک حمله دیگه ای از شمال بکنه متحمل پیامدهایی خواهد شد. اسرائیل حاضره، اسرائیل مبارزه خواهد کرد و حماس و حامیان حماس و ایران بهشون درس عبرت خواهد داشت، درس عبرتی که باعث بشه هرگز اونا فراموش نکنن.
سپاسگزارم. امانوئل نیبان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تل‌آویو از اسرائیل. سپاسگزارم.